احمد، کشتیات غرق شدن؟ تو این فکرم که روزگار با چی مانه تو رو انقدر سنگ روی اخیر؟ چطور که؟ صاحب بار تو حجرش لم داده، صاحب لنجم تو قهوه خونه قلیونش میکشه، اون وقت من تو که نه سر پیازیم نه تای پیاز واسه چنده قاز عرقت هفت جمون را میفته تا بار کشتی خالی کنیم و برسونیم اسکله. ما سختیم و تا روزی یکه پول و فلایی پسوف کنیم و رای تهران بشیم، اونجا دیگه نوکر خودمونیم و ارباب خودمون. اگر شانس ماست که تهرونم آسمونش همینه. ایالاتی شدی، تهرون پول ریخته عین هوریک، نعمت گرا یادت نیست؟ تا اینجا بود چی پیش تو جیبش سقاب بازی میکرد، اما حالا ببین تو تهرون چه برو برایی پیدا کرده. میدونی امین، دو مطلبه که جلو دارم و نمیذاره خودمو پرت کنم تو دریا و خفه کنم. اول این امیدی که تو چشمای تو میبینم، دوم هم میراثیه. چیکارش داشتی؟ واجبه بگو کجاست؟ یه کاری داشت با کاسه‌قا رفت مغزه. چرا دم به سر اسمش ورده زبون تا آسیه؟ کسی که واسه تو سیه چاک میده منم، نه امین. آره وقتی این حرفا نیست احمد آقا، قولی اومده خونه پاشو توی کفش کرده طلبش از بابام میکنه. قولی مثل این که باورت نشده. خیلی خب حالا بهت ثابت میکنم، بیا بریم. بابا جون ببخشیش، تو رو به جوونیت بهش مهلت بده، منم بی بزرگتر نمیم. اگه خیلی حرمتشو داری جوارشو بکر، خفشو تن لکت میکنم. خیلی مرده خود کنم. آقا پسر چی گفتی؟ گفتم ولش کن، اگه غیرتشو داری دست کن تو جیبتو قرضشو بده. بهت میدم تا چند روز دیگه، پس فعلا واسه کنار تا باد بیاد. پاشو بریم. خدا بخشش نامه نامردون خدرته. دونن حالیت میکنم باید چه باشه. خیلی وقت بود که میخواستم به تو اون رفیق اندنگت بگم دنبال آسیه مسموس نکنی، اینه خودت پیغام منو به رفیقتون برسون. امروز هم بهت مهلت میدم که با دخترت مشورت کنی، فردا میام که یا خودتو ببرم یا اونو. خداحافظ. خوشگله بری که بر نکردی. وقتی عصبانی میشی خوشگلتری، میبینمه. چه مشورتی قراره با من بکنی بابا؟ تو رو به ارواح خاک مادرم گریه نکن بابا، بگو مگه چی شده؟ حرفش اینه که یا برم زندون یا تو رو به حرومی بهش بدم. بس نباشی بندری، سلامت بشی. قولی کجاست؟ جلوی نخلستون تو کارگاه. قولی
دست از سر اون بابا دختر بردار. چه تو دستی به سر و گوشون بکشی ها؟ این کارا کار تو که به این سن و سال رسیدی و هنوز بابا تو نشناختی. مرتبت شد بابا بودو اومده که همچنان من نامرد بشی. آروم باش اما آخه من که مثل تو درم در جانید من میکشم. جلوی خودتو بگیر. بخوش که شام چکای شیخ رزاقو پس بده بیا از من سند بگیر. که چی بشه؟ جلوی چهار تا بزرگتر قرار میذاریم ما به ما بیا یه چیزی بگیر تا تموم بشه. عجب قبول نکنم چی؟ پس باید یه چند روزی مولد بدی تا وسط پول نقد فراهم کنم. ببین یه کار دیگه هم میشه کرد. بری آسیه رو بفرستی اینجا تا چکا رو بهش بده. باشه تا زفر شهر چطوری؟ در چه حالی؟ از حالا به بعد حرف دهن تو بفهم. احمد احمد کسی بی پدر منو میزنی؟ حالا حالت میکنم. اون سهم رفیقم بود، اینم سهم خودم. یارم ما احمد احمد چیه بابا؟ تو کجایی پسر؟ همین جان بابا. چی شد؟ کجایی آقای بزر؟ همین پشت بودم. میگم چطور شیخ بفرستیم یه جایی که قولی پیداش نکنه؟ نه فایده نداره، باید پول مهیا کنیم که وقتی اومد جلو جیرینجی بذاریم رو میز کلوم تریم. فسد از جایی گرم بلند میشه با مگه کم پولیه؟ 3000 تومنه. درسته ولی چاره نیست، طرف پولشو میخواد. میگم چطور من گلاب بگیرم بری از خونه مردم بالا دوزی؟ قربون عمت بری با این راه. راستی خوب شد که گفتی، من یه عمه دارم که دستش به دهنش میرسه. خب اما چند تا عیب داره. دو، اینجا نیست و ترومه. سه، امن داره خوشی نداره. پنج، اصلا نفس نمیده که نمیده که نمیده. بعد دیگه حرفشم نزد. راستی یه چیزی. چی؟ کاس آقا مثل این که وضع روبرایی داره. آره تاکسیشم که فروخته. پس میریم سراغش هر جا باشه. تو یه ساعت دیگه ایش دوباره خیرشه ببینی انشالله. قربانت. یعنی اومد یالا پوشو برو خواهیم شد زود باشه. آخه خدا جان چقدر گرم این هوا. سلام امیر خان. سلام کسقا. خیلی ممنونم که بالاخره این معامله ما رو جوش داد. قربونت. کسقا جون اونجا نشین. اینجا احمد نشسته. احمد؟ احمد ننجیگرکی؟ آره احمد ننجیگرکی. بس کو من چرا نمیبینم؟ سب کن سب کن بیا. بیا اینجا بشین که وسط بکن. بیا بشین. بفرمو کسقا. نه قربانت من چی سمر نکن نمی. قربانت پس سلامتی. سلامت خودت خوش آمد. برر مگه مرض داری تو اقا میزنی؟ جونه تو کاس آقا کار احمده پاشو زد زیر دستم. پس هم اگه دیوونه شدی؟ بابا هی میگه احمد 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 بس این بیپدر مادر من چرا نمیبینم؟ تو پاک مارو دیوانه حساب کردی؟ احمد بیپدر دن نازم دیوانه شدی؟ احمد جان تو چیتی چرا هی دور خودت میچرخی هی غیر میریزی؟ آخه تو هم تو که نمیدونی موضوع از چه قراره. نمیدونم بگو بگیم چیه. حالا ما داشتیم از کنار دریا رد میشدیم. یه رفع احمد یه سنگ پیده کرد قد یه دونه بنده انگوش سنگره گذاشت دهنشو قیچ. نامرد من این اصلا من با تو شوخی نده میحالی در علم غیبه دیگه. آره جونه تو بسیاد نکن احمد دیگه بست زشته بابا دیگه. احمد بابا چرا همچی میکنی؟ کافمو در میاری یا بیرون ظاهر شو. تو رو احمد سب کن من علی اینه ظاهر میکنم. آقای احمد آقا مرگ من جان آسیه خانم بیا بیرون ظاهر شو. من گفن کردم قربان. این ریشه
کسی ویدیو مالی جام قشقا جلل خالق بغل دست بندو جناب علی ساقا پیدر اسم نظر می چراغ جادو پیدا کرده چراغ جادو چه مرد حسابی میگم سنگ پیدا کرده من سنگ گرم با های سمیر جان آره بابا صد تا مشتری داره جون تو ببینم اگر فروشنده باشین بنده هم خریدارم چقدر پول داری؟ از تمام پول تاکسی که فروختم برای بنده 4000 تومنش بوده 4000 تومن؟ بله صبر کن ببینم شاید بتونم ما برو جان تموم کنم بیجا هم برو عزیز دلم گفتی قرض شیخ رضا چند؟ درست 3000 3000 تومن سنگ رو جان بیا کاتاقا امیر من به این قیمت ها نمیدم آبیا کاتاقا گردنش گوشتم ما یکاری حساب کنه 1000 تومن واسه تخفیف گرفتم اونم پول حق العمل جناب علی است بفرما من دوست برابر این پول از بغل این سنگ در میارم قربان تو بولم کاتاقا کاتاقا کجا رفتی؟ کاتاقا من قیبیم کاتاقا کجا رفتی؟ خوردی و قیب شدی؟ بی معرفت تو خوردی قیب شدی؟ کجایی تو بسه؟ بریم قرض شیخ رفتا هم جوش کنیم خدا رو شد پدر جان در میارم اول غیب باشم بعد پدرشان در بیارم خواب من آمدم غرز من باکور غرز من پس بگیرم هیچ غلطیم نمیتوانیم بکنین غیبیم هستم حرفم بخواییم بزنین با مرگ خودتان میزنم توی گوشتان گاب صندوق عزیز من ملک قفل پایینی باز از حالا اینا چارشخ میمانن که چطور در گاب صندوق باز میشه پول میره توی کیسه اما از آدم خبری نیست خب بس برای این روزش بسه تا اینجا شمین داره دیغ میکنن با اجازه خدا حافظ صاحب کن بینا بدش من بدش بینا من غیبی هستم به خدا تو نباید منو ببینی حالا یه غیبی بهت نشون میدم که خودت حس کنی از غیب شدنه نمر بگیر بی هوا نزه آف تو این دنیا دیگه چی شده؟ من مرده این نامه این مباشره شد سهرت سلامت با غصه نخور همه ما رفتنی هست غصه من که واسه این مردنش نیست پس واسه چیه؟ میترسم تا برسم تهران ارث میراثش رو حیط میل بکنم مگه به تو هم چیزی میرسه؟ آره اون بچه نداشت تنها وارثش منم پر رو این حساب کلی پول دار میشه آره اما اگه به موقع برسیم آخه وضعش خیلی رو برا بود این که کاری نداره فردا صبح را بیا و پس فردا اونجایی ببینم مگه تو نمیخوای بیا چرا دلم میخواد اما آسیه رو نمیشه با قولی تنها گذاشت حرفا میزنی امیرا من این شهر هرته قربونتم وقتی تو کلانتری پول رو بکنه و چکای باباشا پس بگیره دیگه قولی چه غلطی از دستش ساخته بازم اگه یکی بالا سرشون باشه بهتره نکنه خواهد دوست داری با آسیه تنها باشی و داری بهانه میاری تو هنو منو نشناختی احمد من با رفیقم رو راستم از وقتی تو خواستی پامو کشیدم کنار بیا آی قربون داستی نامی چی بود احمد چیزی نبود من مرده خدا بیا مرزدش چی شد امیر؟ بالاخره میای یا نه؟ کجا؟ تهران آخه به من کلی ارث رسیده باز بریم تحویل بگیریم مگه نمیشه شما تنها بری؟ نه آسیه منم باید همراهش باشم من میرم بلیت بگیرم واسه فردا صبح صندلی جلو باشه با امیر چیه؟ میخوام نزدیک غروب لب آب ببینمت واسه چی؟ باهات حرف دارم خب همینجا بگو آخه اینجا نمیشه خواهش میکنم برو خب بگو تو اینجا بیری تیرون درسته؟ آره فردا صبح از چه وقتی همگه رو نمیبینی؟ زود بر میگردم یادت اون وقتا؟ کدوم وقتا؟ یه سال پیش چقدر اینجا با هم را میرفتیم چه حرفایی میزدیم یادم میگفتی از روی مادرم که تموم شد با هم عروسی میکنم ای بابا این مال یه سال پیش بود
من احمد دوست ندارم امیر. صد دفعه بهت گفتم من زن اون نمیشم. ولی احمد پسر خوبیه. چون رفیق توئه؟ اون تو رو دوست داره. من چی؟ من نمیتونم با تو عروسی کنم آسیه. من با احمد رفیقم. چرا من باید چوب رفاقت شما رو بخورم؟ تو چطور دلت رضا میده من پا تو خونه این مردی بذارم که ازش خوشم نمیاد؟ ببین امیر، ما با هم نامزد بودیم، درسته کسی نمیدونست، ولی ما با هم قرارشو گذاشته بودیم. یادت رفته چه قولایی به من دادی؟ منم اگه با تو نباشم میمیرم. خب دیگه آسیه ما رفتیم. یادت نره امیر، حتما برام نامه بگیر. خیالت راحت باشه عزیزم، به محض اینکه رسیدم ترون واسط نامه میدم. راستی ببینم بابات کوش؟ حالش خوب نیست، خوابیده، مثل اینکه مریض شده. آهای 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 یعنی فرهری کجا؟ دعوامون زده. آخه نامرده ای روزگار، بگم خدا چیکارتن بکند که چیکار با من کردی؟ آباتن نبود، آشتن نبود، کلا سر بنده گذاشته ندن جی بود تا کی کلا سرتو گوشت کاسه؟ آخه چرت میگی؟ 4000 تومن پول بنده را گرفتین چمدن بسین که بری سراغ مامدن. تمام شد؟ چی فرار کرده؟ این بنده خدا عمش مرده، حالا داریم میریم تهران جنازش برداریم. خدا رو شکر الهی، همه کسی همه کسی خوده. آخه اما مرده این چی شیره بود سر من مالیدی؟ کدام شیره؟ کدام شیره ها؟ آره. مگر تو نامرد با من نگفتی که این سنگ رو بردار بذار زیر زبانت غیب میشی؟ چرا؟ پا چرا من نشدم آخه؟ من چه میدونم؟ از کجا فهمیدی غیب نشدی؟ از اونجایی که آنچنان کتکی با بنده زدن از دیروز تا به حال توی میسکر آباد بستری هستم امیر جان. خدا بگم باز که به کاس آقا کلک زدی. بابا چه کلک؟ آخه بگی از رو میدد نامرد. برو بریم اونجا. برو من حساب اینه برسم امیر جان. راستش میدونی چیه؟ خواسته باز شوخی بکنه کاس آقا. سنگ اصلی رو عوض کرده، یه سنگ بدلی بهت داده. آخه نه تو بگو، آخه شوخی شوخی با منم شوخی ها؟ با من شوخی؟ صبر کن، من الان درستش میکنم، تو صبر کن. برو ببینم چیکار میکنه. باشو بیا اینجا ببینم. چی شده؟ مواظب باش خیت نکنی. یالا سنگ اصلی رو ببر بده به کاس آقا، برو صورتش هم ماچ کن. آخه خدا لازم آخه داره. آخه یالا برو سنگو رد کن، روشم ماچ کن. باشه. قضیه چیه امین؟ من از کجا بدنم این اصلیش؟ خب بس دنه دارم، امتحانش کن. بدم نگفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آب هستم یا نیستم؟ کاس آقا بیما کاس آقا کجا رفت؟ کاس آقا راست میگی؟ دیدی بچه چونه کجایی؟ عذیت بگونه بخونه گوری نگوری ما رفتیم، خداحافظ. خدا به همراهت، به سلامت. خداحافظ آسیه. خدا خدا نگهدار. گرمابه گلشن زندگی. اینجام که بپور نعمته، پس من غیب میشم. کالتی کودی کلماتی برم دلی از ازا در بیارم. چوارت از مسافرات نایمده ایم شب میاد، پس واسه همینه که انقدر خوشم. چرا نمارشم؟ پس اقا سی تماشا کن شهر فرنگسیان، هیکل برم. این یکی بیترم بس. خدا جان، از کجا شروع بکنم؟ من از رنگ خوشم میاد. ایل برم زنی؟ من چی من اصلا نباید شما منو ببینین، من غیبی ام. حالا یه غیبی نشونت بدم، خودت هست سنگ غور دادم به خودم.
مرد حسابی تو هموم زنونه واسه چی رفتی؟ پشیمانم جناب سرون. از سگ و گربه از حیوانات وحشی پشیمان. پشیمونی؟ جناب سرون باید دارش بزنین تا عبرت دیگرون بشه. برا یه حمام زننمونه در بزنن. تو رو باید تیربارونت کرد. بدتر شدی. ساکت خانم. اسم چیه؟ کاساقا قربان تو برم. اسم پدر. قربان با پدر بنده کاری نداشته باشین. من اصل قضیه رو برای شما تعریف میکنم. عرضم به حضور سرکار، درسته که بنده متهمم و این خانم شکایتی، ولی در اینجا بنده خودم یک پا شاکی هستم قربان. از کی؟ از دوتا کلاه بردار شیاد بدبخت. دوتا کلاه بردار چه ربطی به رفتن تو همون زنونه داره؟ الان عرض میکنم که اینها چه ربطی به همدیگه دارن جناب سروان قربان تو برم. این دوتا کلاه بردار آمدن با من گفتن که یک دن سنگ ما دارین با مبلغ 4000 تومان. یک سنگ؟ بله قربان تو برم. آها، گفتن هر کسی این سنگ را در دهان خودش بگذارد فوری غیب میشد. من ساده لو هم از خدا خواسته برداشتم 4000 تومن پول من دادم بینا. بعد بینا گفتم بی من باید یه امتحانکی بکنم. به خاطر همین جریان رفتم توی حمام زنانه. آقا همین که وارد حمام شدم چشمتان روزه بد نبینه جناب سرمن، کفش لنگه شیش دیشی حالا نزن کی بزن. من بعد بخ اونجا فهمیدم که اینا چه کلایی سر من گذاشتم بخدا. سنگ تو اینجا سنگ ایزه تو سرم سنگ غورت داده. اسمشون چیه؟ والا متهم ردیف اول احمد است، احمدی به نام احمد ننه بابا جیگرکی. متهم ردیف دوم امیر است، امیر معروف به پلنگ. سب کن ببینم. عجل امیر پلنگ؟ بله قربان تو برم. آدرسشون رو میدونی؟ آها جان، آها، صبح بل وقت با ماشین ساعت 8 رفتن طرف تهران، الان هم تو راه. کسا، این چای چی شد؟ به نظرم رفته از لایجان بیاره. چایی؟ بزن بابا، دوتا چایی بردن که اقا معقلی نداره. تسخیره ما نیست آقا، ماشالله جمعیتی هست. های امین، اون کاس آقا نیست؟ باید تو همین اتوبوس باشی سرکار، بگیریمش. نه، کس مثل این که رفته شکایت کرده. خب الان باید شکایت کنی. هیچی، تو پشت خودتو قایم کن، من میرم جلو. اگه باردنه چیه؟ تو برو تهرون، من خودمو بعدم میرسونم. آخه امین، آخه نداره، همین چی گفتم، یالا پشت برو. اینجا که نبودم. حتما توی قهوه خانه است، گیرش میارم. اینا داره میاد، داره میاد. بسی بیاد جلو. فرار کردم بخیر. چی شده کاساقا، لشکر کشی کردی؟ دستا بالا و الا بی حرکت. واسه چی؟ هیچی، که سر بنده کلا میذاری حب جیم میخوری. سرکار جان، ای امیر پلنگ همینه، دست بنده بزن، صفتم بزن قربانت. ای بی چشم رو. رسم. لا اله الا الله، 4000 تومن که اینقدر بیگی رو به من نداره جناب سروان. واسه چی به من دست بند زنیم؟ مگه من دزدی کردم؟ شما به اتهام جنایت بازده. جنایت؟ جنایت؟ بله، جنایت. عوضی گرفتین جناب سروان، کی گفته من جنایت کردم؟ تو گفتی؟ من به گول پدرم خندیدم، بندگی حرفی نزدم. جناب سروان، من که این حرف زدم؟ این آقای امیر پلنگ 4000 تومن با من بدهکار هست. ولی بیچاره بندی خود جنایت کار کجا بود آخه؟ قربان تو برم. از شما متشکرم که با پلیس همکاری کردین. لطفا دخالت نکنین و بفرمایید بیرون. همکاری چی؟ من کجا همکاری کردم؟ با خود چرا آقا جم گرفتاری شدم من؟ لا اله الا الله، جناب سروان، آخه من کی جنایت کردم که خودم خبر ندارم؟ اصلا کیو کشتم؟ شما قلی رو میشناختین؟ آره. اون ناکس گفته من آدم کشتم. شما با قلی نزاع کردین، درسته؟ غلطای گنده تر از دهنش کرده بود، ما هم ادبش کردیم. چطور مگه؟ قلی در اثر ضرباتی که در حین نزاع بهش وارد شده به علت شکستگی جمجمه مرده. گویا در موقع نزاع شما دو نفر بودید. دو نفر بودید؟ نه نه، من خودم تنها بودم. اگه بوده به نفعته که معرفیش کنی. نه، گفتم که تنها بودم. بسیار خوب. ببرینش. بله قربان. پاشو ببین، پاشو ببینم. این خودتر بو کشور رفت دادم دارم. چی شد امیر جان؟ واسه چندر قاز ببین چه کلکی دست ما دادی. به افتخار رفتیم اونجا که عرب نیندار. آخه من چی میدنستم تو جنایت کاری؟ اقلی یه چشمک تو میخواستی به من بزنی؟ از ما که گذشت کاساقا، ولی بدون که تو رفاقت خیلی نامرد. به خدا من نمیدنستم، به پیر نمیدنستم، به پیغمبر نمیدنستم، به خدا. وگرنه من این 4000 تومن فدای یه موی تو میکردم امیر جان. پاینده باشی. خدا جان، بی خودی امیر از دست داد.
بر نریم. عجب غلطی کردم من. ای خاک بر سر من. قربونت برم الهی، کجا بودی؟ اومدم پیش تو. خوش اومدی، بیا تو. به به، هزار مشکله واسه خودت خانمی شدی سکینه. دیگه به من نگو سکینه. پس چی بگم؟ بیا بشین. من اسممو عوض کردم، گذاشتم مستانه. مستانه؟ آره، چطور شده بابات اجازه داده تنهایی رو؟ بابا مرد، خدا بیامرزدش. خوب کاری کردی اومدی پیش من، دیگه از تنهایی خسته شده بودم. میتونی واسم یه کار پیدا کنی؟ مطمئن باش اگه کاری از دستم ساخته باشه کوتاهی نمی کنم. خودت کجا کار میکنی؟ مستانه به من نگفته بود دختر خاله‌ای به این قشنگی داری؟ مرسی. خب تو گفتی دنبال کار میگردی ها؟ آره. دوست داری همینجا یه کاری بهت بدم؟ اینجا؟ آره. مگه چهی بیدی؟ نه صدقه، من نمیتونم اینجا کار کنم. امیر هیچ خوشش نمیاد. امیر دیگه چی؟ نامزدم. بکه هی، هنوز خوابیدی؟ پاشا، پاشا بابا لنگ زوره. مگه ساعت چنده؟ ده. چکن الان حاضر میشم. نمیخواد عجله کنیم. تلفن زدم ساعت 12 منتظرمون باشه. خوب کردی. اما من فکر نمی کنم اون به این سادگی از سرم دست بردار باشه. آخه کلی ازم چکو سفته داره. اونش با من، خیالت راحت باشه. ولی اگه سکون ببینم این صدایی چیه؟ آسی از چه صدایی قشنگی داره. آخه داره تو حموم میخونه. نه، ربطی به هموم نداره. صداش قشنگه. بی خود داشته میکشی، اون تو کافه بیا نیست، من میشناسمش. نرمش کن، خیلی به درد میخوره. عشق خود
خدای چشم ما درامد پس چرا این نمیاد؟ چی شده جیرم؟ ساعت ما چند؟ این بیسابم خوابیده که خدا توفیقت بده قربون شما الهی با امید تو نه به امید خلق آب زیر کار امیر خان امیر خان جان سلام چشم من روشن بخوده تو که نواد از تهران میرسی آخه بنده در خودی تهران کار میکنم مانند نرشید بله به سلامتی چی کار میکنی؟ راننده سیرویس یک کارخانی عظیم الجسی هستم بله پس چرا حالا اینجایی؟ جهت استقبال از جناب عالی تقاضای مرخصی کرده موافقت نشد بنده هم کلک مرغابی را زدم گفتم ایتیووس سرویس یه تقای سوزنده در دست تعمیر است سوارش شدم توف به دست و دست به دنده جاده رو دادم دمش آمدم خدمت جنابالی رو ببینم پس حالا که برمیگرده چی به شما میگی؟ آها صورت حسابی میبرم بابت تعمیر یه تقان یه پولی هم میگیرم دیگر قربان تو برم الانم ماشین رو گذاشتم توی سرویس برای برگشتن به تهران باز گلی به گوشه جمال تو که تو این گرفتاری خودت به ما رسوندی آه به مشتاق مسئله معروف هم زیارت عبدالعظیم هم دیدن یار آمده پول منم وصول بکنم بخوده ببینم قصقا از احمد و آسیه خبری نشد والا بنده هرچی در بندر بخصوص در تهران دنبال احمد ننه جیگرکی و آسیه خانم گشتم پیدا نشد دینش میخوان جناب عالی یک صورت حساب بلند بالایی هم در نظمان داره بذار حالا یه لقمه غذا گلوم پایین بره بعد اتفاقا هیچ فرصتی بهتر از حالا برای رسیدگی به حسابا نیست روز اول بند از جناب عالی 4000 تومان طلبکار بودم به خاطر اون سنگی که میذارن توی دهن غیب میشه بر منکرش لعنه آها برای وصول این 4000 تومان بنده 24 دفعه آمدم ملاقات جناب عالی در زندان هر دفعه هم آمدم 20 تومن سیگار و میوه خریدم که میکند به عبارت 560 تومن که با جمع بقیه میکند 4560 تومن ای بی چشم رو برای اینی جناب علی وکیل درجه یک گرفتم که ثابت بکند قتل عمدی نبوده به مبلغ 10000 تومن طبق فاکتور زمینه این میکند 14560 تومن درسته؟ مسترت و شک اینجور که معلومه ما باید تا آخر عمر زیر دین تو باشیم همون کارخانه عظیم و جوسه محل کار بندو جناب علی بفرما پیاده شو قربان تو برم بیا امیر جان بفر پایین ببینم خدایا به امید خودت بفرما از این طرفم راه بریم قربان تو برم بفرما ساکن ببینم چی شده جان کجا رو نگاه میکنی کاسقا ها این یارو احمده با احمد احمد کدام؟ احمد خودمون دیگه احمد ننه جیگره که آی فرست بده نکن گندش در نیه قربان چرا؟ این احمد نیست احمد پس کیه؟ این تن بمیره احمد نیست این آقای چیز آقای کبیر بخودا کبیر کیه این احمده؟ بابا نیست قربان تو برم این تن بمیره نیست احمد کجا آقای کبیر کجا این صاحب کارخانه چندین و چند کارخانه داره بجن تو که این کارخانه ما بیشون لانه مرغ بخودا شهرسازی داره راهسازی داره پولسازی داره این کجا احمد ننه جیگره که کجا دون مرکه داره باد میزند از این طرف برر دنبال من بیا دوباره چلو بریم جانم با من بیا تو سلام عرض کردم قربان آی مدیره هیچ معلومه تو کجا هستی؟ این چند روز کجا بودی؟ در خدمت آقا بود میکنی؟ ببخشید قربان اشتباه شد در خدمت آقای میکانیک الان عرض میکنم قربان تو برم الان عرض میکنم که به خدا چشم شما روز بد را نبینه ماشین سرویس آنچنان یتغانی سوزنده بود به جان شما که مسلمان نشنود و کافر نبینه ملاحظه فرمد قربان صورت حساب بنده عظمت یتغان سوزی رو نشان میده از که طلب 4000 تومان مخارج میوه و سیگار بابت 28 دفعه ملاقات بله قربان 28 بلکم 30 دفعه ملاقات چی؟ شت عوضی داری؟ ببخشید قربان عوضی شد اشتباهی دادم اینه قربان این درست صورت حساب اینه چرا اینقدر بدخطه؟ ولی پسر نوشتید آخه چرا اینقدر تو بدخط مینویسی پسر جان؟ مکانیک تایی؟ نه قربان من رفیق کاسقام با هم رفتیم ماشینه بگیریم مکانیک سواد نداشت صورت حسابو من نوشتم بسیار خوب برو از صندوق بگیر با چش قربان قربان ایشان همون رفیق بنده است که خدمت جناب علی عرض کرده بودم بیکار شما فرمودید که بگو بیاد اینجا یه کاری دستش بدم حالا آوردم بگردی بدید با
خوب وقت. بله بله بله. یه چند تا کارگر احتیاج داریم. کارگر چی قربان تو برم؟ آبرو حیثیت ما رو نبر. آخه ریاستی، معاونتی، هیکل نگاه بکن. ایشان نور چشمی بندن دیگه قربان. تو کی هستی؟ خود آقای کبیر پارتی منه. آلی جناب. البته. خیر قربان، جناب علی کارت نبکنی. یه هر جلکی از دهنش پریده به خودش شوخی میکند به جان جناب علی. این نامه رو بگیر ببرش به کارگزینی معرفیش کن. اما یادت باشه که دیگه از این شوخی ها نکنی. خوشش قربان، اطاعت میکنم. بنده زمان ایشان هستم. خدا توفیقت هم بده با ایجازه شما، تصدوق شما. خدا بچهت نگه داره. آره بریم بابا. بریم جناب. بیا همینجاست. صبر کن، من میخوام این آقای کبیر رو ببینم. برای چی؟ تا باش حرف نزنم خیالم راحت نمیشه. بسیار خوب، بنده جناب علی را میبرم یک جایی که بتوانی او را ببینی. ولی خود من جلو نمیام. قبول است؟ قبوله. بریم. بریم. آی کارگزینی سلام عرض کردم قربان، تصدق شما. اون ویلای باشکوه را میبینی که دست کمی از پلاژهای بهشتی ندارد؟ آره. اینجا خانه آی کبیر جیگرکیه. ای یه وقت نگی کساغم من اینجا نشان داده ها؟ خیال راحت باشه. خیلی خوب، ببینم چی میکنی. فقط آبروی ما رو نبر. نه سر. ای امیر خان، کلک ملک نزنی ها. من ده پول ندارم بیام زندان میوه بخرم ملاقات تو ها. گفتم نه تا. باشه، باشه. خاک بر سر بنده این همه پول بدم، عاقبتم رانندگی آغرم بکن. و علیکم. فرمایه. منزل آقای کبیر اینجاست؟ آره، چی کار داری؟ خصوصیه. آره خدا روزی تو جای دیگه حواله کنم. صبر کن ببینم. میدنم رش نمیدن آخه. از صبح تا شب سه تا همسال تو بی سرپا میان اینجا. میگن ما کار خصوصی داریم. بعد تقش در میاد که اومده صدقه بگیره. صدقه بگیره بی سرپا اون پدرتی که تو رو ادب نکرده مرد که. اوه چنم اینا. اوهش با همین یه موش رفت توی شیشه. هردی درو واکن. درو واکن. با نمی کنم. برات گرم تموم میشه. درو واکن. خیال کردی؟ تو همون کسی هستی که به تذکر دربون اهمیت ندادی؟ میخوام آقای کبیر رو ببینم. اسمت چیه؟ امیر خان، خودش منو میشناسه. بگو امیر پلنگ آمده. فردا پس فردا بهم یه زنگ بزن بهت بگم چه کنی. بکی آفتاب لگن هفت دست شامونه ها پس فردا بکش کنار هیکل بی بارو. مرد بخواب تا برگردم. اما سلام آمدی. آمدی 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 پیم. چقدر خوشتیم شدی پسر. اکه نگاه کن نگاه کن جمع در کاره بپا. بحبا چقدر راحتی. ریشاشو ببین. تو کارخونه دیدمت، گفتم خودشو با. گفتن نه. عجب ناکسایی انگل در کلاس آمدی. خدا رو سر هزار کرور شکر، بالاخره یکی اما دو نفر به اونجایی که آرزوشو داشتیم رسیدیم. تو رسیدی انگاری که من رسیدم احمد جون. بچرخ بچرخ بس خوب نگاهت کن. ماشدار ماشدار چقدر پولدار شدن بهت میاد پسر. رفیق خوبم. کنار باشا. چی؟ با منی؟ تو کی هستی؟ چطور منو نمیشنسی؟ یعنی پنج سال زندون قیافه منو اینقدر عوض کرده؟ شوخی میکنی؟ منم امیر، امیر پلنگ. این اسم به گوشم آشنا نیست. چی میگی احمدی؟ شوخیت گرفته یا داری ما رو سیاه میکنی؟ اولین باریه که تو رو میبینم. خب خیلی طبیعیه که نمیشناسمه. یادت رفته چه زندگیایی با هم داشتیم؟ یادت رفته کاساقا رو غیب کردیم؟ یادت رفته چقدر دور تا دور بندره گشتی که رفیقاتو محک بزنی؟ کی محکش درست بود و رو سفید بیرون در اومد؟ به چی گفتی مثل ماهی که به آب زنده است؟ زندم به رفاقتت. من جوان نبودم احمدی. اخ چی داری میگی جوان؟ مرد من واسه خاطر تو پنج سال آزگار تو زندون خوابیدم. حالا منو نمیشناسی؟ چه مزخرفاتی؟ زندون؟ مردم چقدر وقیح شدن. با چه چرندیاتی میخواد خودشو به من بچسبونه؟ یه چیزی رو نمیدونی جوون؟ آدم بی سرپایی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه. رفقای من همه مثل خودم هستن، از طبقه خودم.
آره، حالا فهمیدم آقای چیگرکی. پس حرف حرف پوله. پوله که طبقه منو از طبقه تو سوا کرده. پوله که باعث شده تو به کلی این رون رو بشی و از قالب احمد ننه جیگرکی تو پوست آقای کبیر جا بگیری. ولی اینو بدون که اگه سرت به عرش برسه و دنیا زیر پات باشه واسه من یکی فرقی نمی کنه. من تو رو همون احمد ننه جیگرکی میدونم. از اینجا برو بیرون و سعی کن دیگه هیچ وقت گذره به این طرف ها نیفته. مطمئن باش من اینجا دنبال احمد اومده بودم، نه آقای کبیر. حالا فهمیدم که هرچی میگفتی درست بود. عوضی گرفتم، تو اونی که من دنبالش میگردم نیست. جیون احمد خیلی کبیره. باشه تا با هم دیگه برسیم. من فکر میکنم از آسیه خبر داشته باشه. ممکنه قربان. فرصت از دست ندین. حالا چی شده؟ چرا مثل سفره بینن همچون مچاله و جمجور شدی؟ چه خبره؟ دلم گرفته کاساقا. یه چیزی میخوام که کمکم کنه دنیا رو فراموش کنه. اگر پول داشته باشی کاری میکنم که دنیا رو فراموش کنه. پول که ندارم، اما یکی رو دارم که به دنیایی میارسه. کیه جان؟ تو رو دارم کاساقا. خود بندم بلد نیستم به این خوبی خودم خر بکنم. این حرفا چیه کاسی جون؟ هر چی خرج کردی بنویس تو صورت حساب. گاهی خون گاهی برد گاهی زه سرنوشت با ما چه بازی میکنه، واسه ما چه صحنه سازی میکنه. گاهی تحقیر و بیرحمه به ما، گاهی وقتا دل نوازی میکنه. هرچی خواهش دل نمون میشه، هرچی که خدا به خود همون میشه. هرچی خواهش دل نمون میشه، هرچی که خدا به خود همون میشه. Thank you.
گاهی بد گاهی بهش در نوشت، گاهی خوب گاهی بد گاهی بهش در نوشت. در نوشت با ما چه بازی میکنه، واسه ما چه سخن دازی میکنه، گاهی تحقیر و بیرحمه به ما، گاهی وقتا دل نبازی میکنه. هرچی خواهش دل نمیشه، هرچی که خدا بخواه. همینجا بیشین تا من بیام. نه رو همینجا، نمیخوام بسه خودت ندیا به خدا. بابا من عوضی بودمون نیست. نه خیر، رفت بولت میشیش ما بچه. چی شده؟ هیچی، من حالم خوب نیست. تو برو. آخه من که حاضر ایبی نداری بابا، حالا مردم گیر میده، خودش خوب میشه. برو تو رو خدا برو. پس بگو یه قرص چیزی برات بگیرم. باشه برو. آسیه. امیر، اینجا واسه چی؟ این چه وضعیه؟ راجع به این چیزا حرفی نزن. برای پیدا کردن تو مجبور بودم. میخواستم مشهور بشم. میخواستم اسمم به گوشت برسه. ولی هیچ میدونی این چه؟ امیر، من موفق شدم. تو رو پیدا کردم. آسیا. امیر جونم. عجب جگرهای باحالیه. احبا. دلون با گل بیدنه. چروغین خیلی میخور. بیزار اینجا جانم، بیزار اینجا قربان. چقدر شده؟ دوازده تومن پنج. دوازده و پنج. بله. گران حساب نکردی؟ نه چونه شما. خوشتو میکنم، باقیشم بده آیا. قربون شما. قربانتون، نمک زدی؟ بله. باریکلا پسر، باریکلا تو، باریکلا تو. بفرما قربان، این هم جگر دل و قلبه مخصوص جناب عالی، این هم دنبلن مخصوص قلبه. دیگه آسیه، دست درد نکنه کاسا دو. نوش جان، نوش جان تو برم. ولی یادت باشه دنبلن رو بنده از حساب جناب عالی جدا کردم. بعد کاری کردی کاسا آقا، بینیز به حساب من، مهمون خودم با. باشش، پور از خدا چی میخواد دو چشم بابا غوری؟ آه، سکو کاسا آقا، خوش داری دنبلن تو برداری بری بیرون تو هوای آزاد بخوری. در هوای با اون سردی بنده دنبلن بخورم؟ میدونی که ما بعد از چند سال تازه به هم رسیدیم، چهار تا کلام اختلاط کنیم، شاید آسیه جلوی تو خجالت بکشه. بسیار خوب باشد، ولی یادت باشه امیر، اگر من سرما فرما بخورم، ما پولی می‌نویسم زیر حساب بدهی جناب علی. باشه قبول دارم. امیر می‌نویسم بخوده. باشه بودی خوش مدی. کجا داری میری؟ ابی جان، دون بلند در هوای آزاد بیشتر میچسبد، خاصیتش هم زیادتره. خوش گلدی. چند دفعه کاس آقا رو فرستادم دنبالت، ولی نتونست گیرت بیاد. من خاطر تو خیلی میخوام آسیه. اگه اینو اون وقتا بهت نگفتم. از خاطر احمد بود نه؟ خودت میدونی که اون رفیق من بود. مگه حالا نیست؟ خیلی میخوام آسیه. امیر. سلام. سلام. اگه گفتین امشب کی اومده بود کافی؟ اگه گفتی مستانی؟ هر سک پدری اومده بود تو حق نداشتی بی خبر بذاری بری. چرا فوش میدی صادق خان؟ اگه دفعه دیگه پاشو بذاره تو کافه، قلم پاشو خورد میکنم. آخه چرا؟ مگه از اول قرار ما این نبود؟ مگه نگفتی بیا کافه تا اسمی بشی و امیر بیاد پیدات کنی؟ خب حالا اومده؟ اومده که تو رو از نون خوردن بندازه؟ نه، اومدی با من عروسی کنی. اومدیم و بعد از عروسی پاشو تو یک افسکر که نمیخوام زنم تو کافه کار کنه، اون وقت چی؟ این دیگه بستگی به میل خودش داره. زرشت! پس من این وسط چی کارم؟ من سگ مصبه بی همه چیز که بدون التزام یه عالمه واسط خرج کردن. خرج دکوپوزت، خرج سروتت، خرج تبلیغاتت. واسه آبروی کابارت کردی، مفت چنگت که استفادهش آوردی. مستانه، تو که از اول پدر میونی کردی، حالا یه چیزی بگو. به من چه، بی خودی هم لنگ منو وسط نکش، خودت میدونی و ساب کاره. اگه بخوای تو کار من خاطر خوابازی را بندازی، روزگار تو سیاه میکنم. من گوشم به حرف زور بده کار نیست. پس بذار یه چیز رو وسط روشن کنم. از فردا اگه بخواد دور و بر تو بپله که مطمئن باش کاری میکنم که سر سالم به گور نبره. باریکلا قصه نباشی، سوزر برن خسر جن. ها امیر خان پلک. آیا امیر خان؟ جناب آیا امیر خان پلک؟ بله، کیه؟ سلام. چرا اینقدر دیر کردن؟ اوناش خانم، دارم میان. بفرما قربان اون هشیش. سلام. اینجا واسه چی؟ چجوری اومد اینجا؟ دیشب وقتی رسیدم خونه، صادق خان منتظرم بود. صادق خان چیه؟ صاحب کاباره. کاردش میزدی خونش در نمیمد. واسه چی؟
حرف آخرش این بود که از تو جدا بشن. چه غلط ها غلط میکنه چیکار خونه میخوام ویلش کن. خلاصه حرف آخر من اینه که دوره بر این کافر خیت بکشی. خمیلی با هم هم عقیده ایم. اما چی؟ اگه نخون برم کافه دیگه تو خونه ای مستانم جا نیست. نباشد قربان تو برم یه کفشکن درم متعلق باشیم از قربان. امشب خودم میرم کافه که به هر زبونی شده قراردادتو پس کنم. من اصلا قرارداد ندارم. از روز اول زیر بار قراردادو چک و سفته نرفتم. اگه گذاشتم آب خوش از گلوش پایین بره لشک به سرم میکنم و رو سن بابا کرم میرخسم. بلا نسبت بفرمی قربان. تو احد از همین حالا کارتون این باشه که بگردین دنبال آسان. چش قربان. تا وقتی هم پیداش نکردین از زیر مواجب خبری نیست. آخه قربان همین که گفتم. باشه دوارو تماشین تمام بیان. چش من نمیشنسی؟ بفرمین احمدم ناقابله. حتی فکر این که توی همچین خونه ای زندگی میکنی منو زجر میداد. خیلی دنبالت گشتم شهر به شهر، کوچه به کوچه، دیار به دیار، به هر کسی که برمیخوردم سراغ تو رو میگرفتم، ولی هرگز نتونستم نشونه ای ازت به دست بیارم تا امروز که با آرزون رسیدم و پیدا کردم. بفرمین. مرسی. متشکرم. حالا از من چی میخوایی؟ میخوام زندگی با شکوهی رو که برات فراهم کردم، منزل مجلل، اتومبیل، جواهرات، پول، ثروت، تمام چیزایی رو که به عشق تو به دست آوردم به پات بریزم. ممنونم احمد آقا، ولی من صفایی رو که خونه کوچیک پیدا میشه با عالمی عوض نمی کنم. کدوم صفه آسیه؟ من که اینجا غیر از فقر رو بدبختی چیزی نمیبینم. شاید علتش اینه که چشم واقع بین و قلب صاف نداری. تو اشتباه میکنی. به خوشبختی کاذبه که ممکنه تو این چهار دیواری رنگ رو رفته پیدا بشه قانع نبار. با من عروسی کن تا مزه خوشبختی واقعی رو بچشی. نه احمد آقا، من تصمیممو گرفتم. من با امیر عروسی میکنم. یعنی میخوای به من ترجیح میدی؟ امیر آسمون جلو که تو هفت آسمون یه ستاره نداره؟ امیر بی سر و پا رو که اگه من از کارخونه اخراجش کنم به نون شبش محتاجه؟ احمد آقا، مگه امیر میتونه با چند درقت حقوق آینده تو رو تامین کنه؟ اگه لازم باشه به نون خالیش هم میسازم. خیال میکنه زندگی فقط خورد و خوراکه؟ نمیخوای سری تو سرا در بیاری؟ نمیخوای تا جوونی از زندگی لذت ببری و وقتی پیر شدی آسایش داشته باشی؟ نمیخوای فردا که بچت به دنیا آمد مثل باباش تو سری خور نباشه؟ بس کن احمد! وقیه‌تر از تو به عمرم ندیدم. تو داری تو پول قرص میزنی مرد. هزار جور دلخوشی تو زندگی داری، ولی امیر چی داره؟ چی نداره؟ اگه یه دلخوشی تو زندگیش باشه اونم منم. حالا دندون تیز کرده که منم از چنگش در بیاری؟ اینه مزد محبتهایی که به تو کرده؟ اینه تلافی پنج سالی که واسه خاطر تو زندون خوابید؟ اینجا برو بیرون. تو هنوز اونو درست نشناختی. باشه تا روزی که به گوشت برسه در مقابل چقدر تو رو به من فروخته. هنات پیش من رنگ نداره احمد، بساطت جای دیگه پهن کن. باشه، هم دیگه رو میبینی. خیلی زود. کی با من کار داره خوشکله؟ آقای کبیر تو دفتر منتظره. پس نونم افتاده تو روغن. اگه لیاقت خوردنشو داشته بودی. نداشتم تو رو معرفی میکنم. پس یادت نره. اوکی منتظرم. سلام امی. خوشحالم که میبینم پسر. بشین بیا تو بیا. سر پا بهتره. از رفتار اون روزم معذرت میخوام. اگه راستش بخوای قصد شوخی داشتم. اجازه بده صورت رو بوسم تا از درت درام. وایسا کنار. بی خودی لقمه رو دور سرت نچرخون. حرف تو بزن. منظور چیه؟ با من رو راست باش. مردم مردونو بگو ببینم چی میخوای که اینه بو قلمون رنگ عوض کردی. هیچی، فقط سلامتی تو میخوام، باور کن. خودتی؟ چی خودم هم؟ همونی که خیال کردی منم. من خیالی نکردم. من تو رو خوب میشناسم. یه روده یه راست تو دلت پیدا نمیشه مرد. ممکن نیست سلامت بی تمه باشه. پس با من دو دوتا چهارتا باشه و بی شیل پیله بگو چی میخوای. خیلی خوب میگم.
اگه یادت باشه چند سال پیش راجبه آسیه یه قولی به هم دادی. چه قولی؟ گفتی از وقتی تو خاطرخواه آسیه شدی مثل یخی که تو هرم آفتاب آب بشه هرچی میونه من آسیه بوده تموم شده. نه یادم نمیاد همچی قولی داده باشم. تو چشای من نگاه کن، تو این قوله به من ندادی؟ تو کی هستی؟ حالا دیگه منو نمیشناسی؟ منم امیر احمد، احمد ننه جیگرکی. احمد ننه جیگرکی؟ نه این اسم به گوشم آشنا نیست، تا حالا نشنفتم. داری حرفای خودم به خودم پس میدی؟ میخوای تلافی کنی ها؟ نه به جا نمیارمت، فقط همین. بس کن امیر، تو چرا اینقدر عوض شدی؟ اون وقتا اگه از رفیقت اشتباهی سر میزد هیچ وقت به روخش نمیکشیدی. گفتم که عوضی گرفتی، آدم خوشدک و پوزی مثل تو نمیتونه رفیق من باشه. رفیقای من همه مثل خودم گشنه گدان. باشه هر جوری تو میخواد، ولی بدون بعد از این دیگه در کنار هم نیستی، تو روی هم وای میسی و مطمئن باش کسی که بازنده است توی نه من. مثل اینکه خیلی به خودت امیدواری احمد ننه جیگرکی. نمیخواستم با خشونت رفتار کنم ولی تو ناچارم کردی. گذشته از اینکه آسیه رو از چنگ در میارم بلایی به سرت میارم که پیش پام زانو بزنی یا التماس هم بکنی. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. خوشحالم از اینکه میبینم اونی که به همه چی رسیده منم نه تو. چیزی که من دارم تو با همه ثروت و مکنتت نمیتونی به دست بیاریش. اگرم روزی به فکر بیفتی که به حریم خونه من دست درازی کنی مطمئن باش حلقومتو میذارم تو دم. ضمناً میخوام یه چیزی واسط بگم که حلقه آویزه گوشت کنی. به حسنت نناز که الحمدلله نداری، چون به یه تب بنده. به پولت هم نناز، اونم به یه شب بنده. جمال هرچی نامرده. بالاخره جناب امیر خان به جور به رفاقت با جناب علی بندر از کارخانه اخراج کردن. قصه نخور خدا کریمه. بله میگم چطور حالا اگه بیکاری شدیم بریم دانشگاه درس بخونیم، مهندسی، دکتری، پول فصول یه چیزی بشیم ها؟ سر به سرم نظر حوصله ندارم خواست آقا. گپ نه آش. سلام امیر خان. سلام. چی شده امیر؟ چرا پکری؟ هیچی آسیه، چیزی نیست. به من بگو امیر، مطمئنم که اتفاقی افتاده، باید به من بگی چی شده. ما رو از کارخونه بیرون کرد. واسه چی؟ واسه این که صاحبش احمده، احمد ننه جیگرکی. این که غمی نداره، یه کار دیگه پیدا میکنی. میدونم واسه کار ناراحت نیستم، دلم از این زمونه گرفته، ورق برگشته، دنیا عوض شده. احمد ننه جیگرکی شده آقای کبیر، امیر پلنگ کارگرش. من فکر میکنم بهتر باشه از زندگی تو برم بیرون امیر. واسه چی؟ احمد تو رو به خاطر من از کارخونه بیرون کرده. اون صبح اومده بود اینجا پیش تو؟ میخواست که من از تو دست بکشم و باهاش عروسی کنم. تو چی بهش گفتی؟ گفتم یه موی تو رو با تمام دنیا عوض نمیکنم. گفتم بهتره ما رو به حال خودمون بذاره و جاه و جلالش رو به راهمون نکشه. دلمو زنده کردی آسیه. کسی که تو زندگی پیش افتاده منم نه اون. بهت قول میدم همه چی درست شه. خودمو با آب و آتش میزنم، روز و شب کار میکنم، زحمت میکشم تا بتونم زندگیمو بچرخونم. با هم عروسی میکنیم، بچه دار میشیم. راستی بچه‌هامون به کاسه‌ها چی میگن؟ نمیدونم، هیچ فکرشو نکردم. کاسه‌ها دوست داری بچهای ما چی صدات کنم؟ والا فکر میکنم بگوین امو خره بهتر باشه. زخ نگه کاسه‌ها، میخندم بخدا. بالاخره کار پیدا میکنیم و خورد خورد طلبتو میدی ان شاء الله. ولی من چشم من آب نمیخوره دور. حالا بگو ببینم چقدر پول داری. واجدر منو خر میکنه والا به خدا. کفگیر به تدی خورده در ندار پوت جیب بنده 21 دنه دوتا دوتا دورمنیه. کلاک نزن، موجودی بانک چقدره؟ موجودی بانکم والا چیز ناقابلیه. ملاحظه بفرمایید به چشم خودتم ببینید که نگو دروغ میگه. نگاه کن، دو تا 300 تومانی در دو تا بانک گذاشتم، اونم به خاطر جایزه ای که به بنده حسابات بکنه. بهتر از چیه؟ چرا؟ پاشو بریم همش از بانک بگیریم. 300 تومنشو بیار بذار پیش آسیه واسه خرج خونه، بقیه‌اش هم جیبت باشه تا یه کاری پیدا بکنیم. وقتی پولدار شدم خودم به جایزه میدم. بی خیالش کتاقا. خدا حافظ. راه بیفت اومدم. خب دیگه ما رفتیم. خدا حافظ. دو تا دوست آشنا دارم، میخوام برم پیششون، شاید یه کاری واسم جور بکنن.
پس زود برگردی ها؟ باشه عیز دلم، تو هم نمیخواد قصه بخوری. بهت قول میدم تا چند روز دیگه همه چی درست شد. من تا وقتی تو رو دارم قصه یه هیچ چی رو نمیخورم. آخ قرمون تو برم من. خداحافظ. سلامت. میگم بهتر نیست 300 تومن بگیریم 300 شم بذاریم به حساب، شاید جایزه به کله ما حسابات کنید واسه من خوب شد. آکاست آقا همشو بگی بهش احتیاج داریم. همچه دستور میدی میسین که با جیب بنده حساب جاری دارد. باشه یه روز بالاخره تلافه میکنم. ببینیم و تاریخ تو به پارسر کوچه ما رو باش کسی نیاد بیبریم. خیلی خوب. سلام پارسال دوست امسال آشنا، تو این چند روز خیلی دنبالت گشتم، تمام شهر رو زیر رو کردم تا گیرت آوردم. از من چی میخوای؟ بهت که گفته بودم اگه نارو بزنی بد میبینی. ساده خان دست از سر من بردار، بذار سر و سامون بگیرم. آخه من که به شما بد نکردم. بد نکردی؟ نه سری چنون کلاهی سر من گذاشتی که هیچ کلاهبرداری نمیتونه ورش داره. بد کردم که دستی به سر و گوشت نکشیدم تا روز کم بشه، اما هنوزم دیر نشده، همین حالا این کارو میکنم. گمشا نرکست آقا، من این خیال کردم من این خوابشو ببینیم نمده اون بدر تو در میارم من شوی من میخوای برم نوه یک ده به سیفرش ده ما برزیخ به یه قولی به شخدون چه خبر اینجا؟ یه باش ره گامیش تفیله را عوضی گرفتی یه با تو اما که اونجا زیاد شده رم میکنی؟ بریم از آرسه چه خبر شده؟ اینا دوز بودن یا ساریق؟ نکنه تلجوارات من زدن خدای خودت رم کن به حالم این در چه روازه؟ آسیه؟ آسیه؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چه خبر آخه؟ چرا جواب نمیدی؟ آسیه؟ منم کاس آقا آسیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ آسیه؟ من آمدم چی شده آخه؟ من شو آسیه؟ امیر برای تو پول فرستادم. آسیه حالا چطوری؟ امیر جونم تو کجایی؟ من همینجا پیش تو. واسه چه چراغا رو خاموش کردی؟ چراغا رو؟ چراغا روشنه. پس چرا اینقدر تاریکی؟ چرا هیچی پیدا نیست؟ من کجا؟ ای امان بپر دکتر خبر کن. امیر تو چرا صدات میاد اما خودت پیدات نیست؟ بجون الان پیدا میشه. چرا چشمام اینقدر سنگینی میکنه؟ چرا پلکام از هم باز نمیشه؟ چشمات که بازه. پس چرا تو رو نمیبینم؟ چرا همه جا تاریک؟ امیر نکنه. چه حرفیه که میزنی آسیه؟ صبر کن الان دکتر میاد. آی دکتر ببینم چیکار کردی با مریض ما. تو برد چی شده؟ دستم بدون برد. دکتر میگه هیچ جا رو نمیبینه. شما برد کنار. چی شده؟ من جایی رو نمیبینم. ناراحت نباشونم، چیز مهمی نیست. چیزی حس میکنی؟ مثلا چی دکتر؟ نور. نه دکتر نه. من کور شدم دکتر.
چرا حرف نمیزنی؟ چرا جوابمو نمیدی؟ دکتر امیر سلام. بفرمایید. مریضتون رو مرخص کردم، تا چند دقیقه دیگه میتونین ببرینش. هیچ امیدی هست که چشماش خوب بشه دکتر؟ البته چشم پزشکای خوبی در بیمارستانای مجهز هستن که میتونن عملش کنن، ولی معمولا اینطور عملها مخارج قابل ملاحظه‌ای داره. فکر میکنین چقدر لازم باشه؟ دقیقا نمیشه گفت، حدود 30,000 تومان. 30,000 تومان؟ بله تقریبا. اگه موفق شدید فراهم کنید من برای راهنمایی حاضر هستم. ای دکتر نفسش از جای گرم در میاد، ما این پول از کجا فراهم بکنیم آخه؟ عقب تو، ولی چاره ای نیست، باید فراهم کنیم و لاسیه دق میکنه. خب دیگه من میرم، یادت باشه فروش هر شب بذاری به حساب. باشه خانوم، به صادقان بگید خیالشون تخت باشه، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. خدا خیلی خوش اومدیم. پاشو لنگو جمع کن. مثل اینکه غلام تویی. درسته مدیر اینجام، چی کار داری؟ اومدم سراغ اون ارباب نامردت، گفتن تو میدونی کجاست. خلاف به عرضتون رسوندن پهلوون، کسی از اون خبری نداره. تو هم اگه زورت زیادی کرده بهتره بری میدون مال فروشا، اینجا واسه گرون تموم میشه. خیلی خوب، فقط یادت باشه خودت خواستی. نفهمیدم. حالا میفهمی. درگو کجاست؟ بسه دیگه. میگم جون بکن، رفته سفر. کجا؟ جاشون نگفته، باور کن جاشون نگفته، فقط میدونم بیرون از شهره. تو چی مامی؟ تو هم نمیدونی؟ نه چیزی بهم نگفته. اگه به پستت خورد و دیدیش، این پیغامو منو بهش برسون. چی بگم؟ بگو امیر پلنگ گفت بالاخره به چنگم میافتی. من صبرم زیاده، صاب میکنم تا آفتابی بشی، اون وقت دمار از روزگار در میارم. لب و لوچتو پاک کن، فرش کثیف نشه، هرچه امال ارباب ناوردته. والا بنده که دیگه از پا افتادم، با جان جناب علی دیگه نه این نهر خوردنم ندارم. بگو غذر بیارن همینجا بخوریم. اقوا تو اکاس آقا، منم دارم ناامید میشم. دشمن جناب علی ناامید باشد امیر جان، با جهنم کسی پیدا نشود. 30,000 تومن ناقابل با ما قرض بده. جوانیم، جاهلیم، زور و بازو داریم، کار میکنیم، بعد هوا میخوریم تا پولهای ما برسد. با 30,000 تومن قول منه تو برم. چی داری میگی؟ من تو اگه تا آخر عمر اونم جون بکنی، مشکل بتونیم 10,000 تومن پس انداز بکنی. چه برسه به 30,000 تومن. علی کاس آقا. جان کاس آقا. شمایی؟ ها؟ آره آسیه مایی. چرا نمیای این تو؟ والا اینجا آب و هواش بهتره، یه قدر روشنتره. ما واسه من طوری که روشنایی فرق نمی کنی، ولی واسه شما که فرق میکنی. بمیرم الهی. مغازه باش! یا خدا! آسیه! آسیه! خیلی شانس بودی آسیه که دیر رسیده بودم دست بالت شکسته بود. طوری نشدی که؟ اگرم طوری میشدم چه فرقی میکرد؟ دیگه زنده موندم برای من چه فایده داره؟ کاش میمردم از این بدبختی نجات پیدا میکردم. بسته دیگه آسیه! حالا طوری نشده که تو خوب میشی. امیر من دیگه به درد تو نمیخورم. ببر منو تحویل اونجایی بده که از کورا نگهداری میکنن. تو سالمی، پاسوز من نشو، برو از زندگیت لذت ببر. زندگی شما رو هم بیریخت کرد. بابا تو رو به خدا این حرف نزن، مگه ما گدا گوشنه چی داری؟ فکر نمی کردم دیگه این طرف ها پیدات بشه. خودم هم فکر نمی کردم، اما دنیا مثل سکه دورو داره،
هیچکی نمیدونه شیر میشینه زمین یا خلف. به چیزی احتیاج پیدا کردی؟ من نه. خودت خوب میدونی اگه امیر پلنگ کاسه گدایی دست بگیره و از درد ناعلاجی سینه کش آفتاب درازش کنن، سراغ هیچکی نمیره، چه برسه به تو. اما چه کنم؟ چه کنم که نمیتونم ببینم آسیه مثل شمع پیش چشمم بسوزه تا تموم بشه؟ آره، کور شده. کور شده؟ اولش منم باورم نمیشد، ولی خب اتفاقیه که افتاده. به هر دری زدم، پیش هر کس و ناکسی رو انداختم، اما نشد که نشد. نشد که پول جور کنم. دکتر میگفت نباز زیاد این دست اون دست بشه، باید زود عملش کنن. حالا کجاست؟ خونه کاس آقا پیششه. و حالا اومدی اینجا که از من پول بگیری؟ نه، اومدم ترتیبی بدی تا چشمای اونو عمل کنم. خوبه؟ خوبه. چرا فکر کردی من این کارو میکنم؟ آخه ناسلامتی، یه موقع میگفتی دوستش داری. دنیا دنیای معامله است، باید بدونم چی در عوض گیر من میاد. من اگه چیزی داشتم اینجا نمیومدم. تو اینو خودت خوب میدونی. نه، اینطورم که تو میگی نیست. تو چیزی داری که من با همه پول و ثروتم نتونستم به دست بیارمش. حاضرم مالجش کنم، ولی به یک شرط. باشه احمد، قبول میکنم. قسم بخور. قول مرد با قسمش یکیه. سلام عرض کردم قربان. سلام. خیلی خوش آمدین. حال شما؟ سلام. آسیه چطوره؟ بابا بیشتر از غصه دیغ میکنه. آخه مجبوری مگه این کلکه رو بون بزنی قربان؟ چاره ای نیست کس آقا، باید چشمای آسیه خوب بشه. من که از خدا میخوام. کیه؟ کی بود کس آقا؟ منم آسیه. احمد آقا؟ آره خودم. خیال کردم امیره. سلام آسیه، بهت که گفتم یه روزی به حرف من میرسیم. و حالا اون روزه. دیدی امیر عاطفه نداره؟ دیدی لایق عشق تو نیست؟ دیدی همون وقتی که به وجودش احتیاج داشتی بهت پشت کرد؟ کی به شما خبر داد؟ بنده خانم جان. لازم نبود واسه از سر با کردن من دست به دامن این اون بشی کس آقا. آخه من گی کاری از دست من سخته نبود خانم جان. باید فکرشو میکردم که مزاحم تو هم. خیلی خوب باشه، از خونت میرم کس آقا. اشتباه میکنی با خود آسیه خانم. به من دروغ نگو، من دارم بوی امیر رو حس میکنم. نه خانم جان، اشتباه میکنی با خود، امیر اینجا نیست. چرا نمیخوای حقیقت رو قبول کنی آسیه؟ امیر به تو پشت کرده و رفته. بیا بریم، من تو یکی از مجهزترین بیمارستان ها برات اتاق رزرو کردم. ترتیبی دادم که یه تیم مجهز از بهترین چشم‌پزشکای مملکت چشماتو عمل کنن. فایدهش چیه چشم من خوب بشه؟ اما دیگه هیچ وقت تو چشمای امیر نیفتی. تو چشمای امیر غیر از برق خیانت و دورنگی چیزی پیدا نمیشه. امیر اگه تو رو دوست داشت میونه این ظلمت و تاریکی تنهاد نمیذاشت. بیا بریم آسیه، به خاطر امیر خودتو از تماشای دنیایی به این قشنگی محروم نکن. حالا چشماتون رو آروم باز کنید، خیلی آروم. چی حس میکنی؟ انگار دارم میبینم. آره میبینم، خوب میبینم، همه چی رو میبینم، شما رو، در و دیوارا رو، پنجره ها رو. ممنون
ممنونم. خوشحالم آسی، خیلی خوشحالم. از همتون ممنونم. امیر کجاست؟ توصیه من اینه که دست کم تا دو هفته دیگه کمتر چشمتون رو خسته کنید. چشم آقای دکتر. متشکرم. خیلی متشکرم دکتر. بی نهایت متشکرم. احمد، چی شد؟ چی شد احمد؟ خوب شد. دیگه میبینه. میبینه؟ بله. کجا؟ میخوام ببینمش. ممکن نیست. نه حالا، نه هیچ وقت دیگه. احمد، یه نظر من باید اونو ببینم. تو به من گول دادی. یادت رفته؟ خدا حافظ امی. خدا حافظ آقای کبیر. امی، ممکنه لازم باشه یه بار دیگه هم دیگه رو ببینیم. برای چی؟ امیدوارم پیش نیا، ولی اگه ناچار شدم بایستی هر کاری که میگم انجام بدی. این جزی از قرارمونه. از این طرف، از این طرف. سلام خانم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. اجازه بدید. بفرمایید. چه خونه ای با شکوهی دیم. متعلق به خودتونه. ممنونم احمد آقا. خیال نکن بلوف میزنم. تو فقط چند روز من مهلت بده تا این خونه رو با تمام ثروت و سرمایه‌ام به اسم تو بکنم. آخه برای چی؟ خودت خوب میدونی که من چقدر به تو علاقه دارم. باور کن آسی، حتی نفسی که میکشم به این امیده که روزی تو رو به دست بیارم. هر چی دارم برای تو میخوام و بدون تو مثل ماهی هستم که میونه یه تنگ طلا از بیابی داره تلف میشه. منم بدون امیر درست همین حاله دارم. بهت که گفتم جدا شدن از اون برای من امکان پذیر نیست. اگه منو دوست داری بگو امیر کجاست. برای من عجیبه که تو نمیخوای واقعیت رو قبول کنی. ببین، امیر راش تو زندگی انتخاب کرده. اون میخواد از زندگیش لذت ببره و هر دمی رو با کسی بگذرونه. برای همینم از فرصتی که تو کور شدی استفاده کرد و با پولی که از من گرفت به سراغ زندگی دلخواهش رفت. من این حرف رو باور نمیکنم احمد آقا. حق داری. تو که نمیدونی وقتی پای پول وسط میاد آدم ها چجوری رنگ عوض میکنن. اون فرشته که منو تو به اسم امیر میشناختیم همینه که تو رو به من فروخ. چشمش که به پول افتاد دیب شد. باور کن آسیه. ولی من باید پیداش کنم و باهاش حرف بزنم. حرف زدن تنها هم قانم نمی کنی. پاری وقتا دل آدم با زبونش یکی نیست. باید با اون روبرو بشم و راز دلشو از نگاهش بخونم. بسیار خوب. حالا که اصرار داری تو رو میبرم پیشش تا با چشمای خودت واقعیت رو ببینی. آی کبیر آمد. آی کبیر اینه نیچی گرکی اومدن. یالا بزنی میرم. چی بزنی؟ همونی که تمرین کردی. یک دو Din çarşın bırak, din o bırak.
زمین رد عشقم کشیده این جوری باشم خوبه که آزم عشقی باشه داشم پشت مرده یعنی نشن ناشم منو پر تو با عشقی آشم نیست آسیه تقصیر این روزگار را کرداره کور شدن تو منو از خواب غفلت بیدار کرد دیدم وضو خیلی خیس و فیسه نصف عمرم به بتالت گذشته دیر به جنبم نصف دیگرش هم میگذره و عزرائیل این اون مهمون ناخونده سراغم میاد خودم پرسیدم چه کنم که حسرت به دل خیلی چیزا نمونم دلم جوابمو داد بزن بر تبل بیاری اینو دل منم بهم گفت تو اون 5 سالی که در به در دنبالت میگشتم و روز و شب عشق میریختم و اسمت ورد زبونم شده بود ولی من به حرف دلم گوش نکردم چشم برات نشستم تا پیدات بشی به این امید که روزی دستت مثل یه مرد زیر سرم باشه و تا لب برهامین باشی اما حالا میفهمم که اشتباه کردم حق با توی امیر روزگار پسته و تو پسته دیگه بازی تموم شد برو نه متشکرم چرا سوار نمیشی؟ راه ما از هم جداست برای چی؟ کجا میخوای بری؟ به جایی که از گذشته و دنیایی که میشناختم اصلا نباشه نه تو نباید این کارو بکنی گوش کن آسیه خودت خوب میدونی که من چقدر تو رو دوست دارم حتی به خاطر سعادت تو حاضرم جونم رو فدا کنم با من عروسی کن بهت قول میدم که خوشبخت بشی نه احمد آقا زمونه عوض شده دنیا دنیای دیگه ای امیر حق داره باید از زندگی لذت برد و دمی رو به خوشی گذارد منم به همون راهی میرم که امیر رفت میزنم به سیم آخر و لجن میشم که بوگندش دنیا رو برداره آسیه اینطوری بهتری تو هم برو به زندگیت برس آسیه خدا حافظ کنم به یاد آوری مدام با قلب این زمون
سلام. خوشحالی؟ نه خیلی بیغمم. از اولم میدونستم که برمیگردی. کافه آدمو مثل کفتر جلد میکنه، هر کی آلودش بشه دیگه رو هیچ بومی نمیتونه بشینه. راست میگی، حق با توه. حالا دیگه نوبت ارزندم ماست، بعد میبینمت. بجا که خوش بگذره. مسخره، چی کارش میکنی؟ دورش تمومه، یواش یواش باید دستمالش رو جمع کنم. اینه میخوای بگی هوایی دو خط کنم بشه؟ نه ردش میکنم. از شمال بهتره. سلامت. یه پرپوتی گرم آسیه؟ نه یه از اینجا بریم آسیه. گفتم راحت هم بسر رو راحت بکش برو. چی عزیزم؟ مزاهم این مرد چه پشنگر بیر بکشم به چیست. گوش کن ببین چی میگم، به زبون خوش راحت بگی برو و الا میگم با خفت و خاری بیرونت کنم. تو میدونی افتخار حرف زدن با چه شخصیتی رو پیدا کردی؟ آخه سلامتی به خرجش نمیره. قرام بله قربون.
کاری نکن که به یه چشم هم زدم تمام دارا ندارا تو بخرم و از اینجا پرتت کنم بیرون. شنیدی که آقا میخواد منو از اینجا پرت کنه بیرون؟ آقا آقا چای ده بیوارو بیرون مینیم. بیرون بیرون برم کن بیشو میدم پدر پدر بیارم برم کن احمق بیشو برم کن. طرف مثل که خیلی فداییه باش در و سری داشتی؟ بیخیالش پرته گوچا. چی شده؟ این اسراس رو دیگه تو راش نمیدیم بیبریم تو کاس آقا. جان کاس آقا ما داریم با آخر خط میرسیم باید از هم جدا بشیم. من هیچ تو این شهر نمیتونم بمونم هر جا که چشم میندازم آسیه رو میبینم یاد اون داره دیوونم میکنه کاسا. من باید از اینجا برم. خب به هر کجا که بری آسمان همین رنگ است. تو باید آسیه رو فراموش بکنی نه اینکه علاخان بلاخان این شهر اون شهر بشی. من چی میگی کاسا؟ تو چه میدونی من چی میکشم؟ یادمه بابام میگفت آدم از وقتی که رو خشت میفته سرنوشتش تو پیشونیش نوشته شده. حالا میفهمم که راست میگفت. سرنوشت ما هم این بود. میدونی کاسقا فکریم که اگه تو رو نداشتم چی میشد؟ حالا که داری چرا میخوای ولش کنی ها؟ نه میخوام ولت کنم. میخوام ازت دور بشم. میخوام انقدر ازت فاصله بگیرم که پر بدبختی هم نتونن به پرت بگیرن و زندگی تو بیریخ کنن. میخوام از این به بعد دردم و تو دلم بریزم و عذابش خودم تنها تحمل کنم. من تو رو خیلی اذیت کردم کاساقا. این رسم مردونگی نیست. تو اگه از من سوا بشی من اذیت کردی همیشه. من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم. من به تو عادت کردم. هر کجا بری من با تو میام به خودم. ای رفیق خوبم. چی میتونه باشه؟ شاید صابخانه است برای کرای خانه آمد. این موقع شهر؟ بدبخت گدا خره دیگه تو که اینه میشناسی. آمدم ده بی پدر اینگر سر آورده خانه خره بالا میام. بی پدر اینگر زاو آورده برای من. سلام کاسقا. سلام آی کبیر بفرمایید. امیر هست؟ بله قربان تو برم هستم بفرما. چاجی سلام امی. اومدی واسه عروسی دعوتم کنی؟ نه امی. خیلی تلاش کردم برکه آسیه راضی بشه با من عروسی کنه اما نشد. اونطور دوستم من شکست خوردم. حالا آسیه کجاست؟ به خاطر لجبازی با تو برگشت کافه. کافه؟ کدوم کافه؟ همون جایی که قبلا کار میکرد پیش ساده. آره امی این طور به من نگاه نکن امی. اگه آسیه رو از تو جدا کردم برای این بود که دوستش داشتم. خواستم شریک زندگی بشه نه اینکه شبشو با صاحب کافه صبح کنه و صبحشو با یکی دیگه به شب برسونه. داره کارش به اینجا ها میکشه. حالا از من چی میخوای؟ میخوام که بیای جلوشو بگیر و نذاره تو منجلاب بیفته. اگه نه این که پولتو به رخ من میکشیدی و میگفتی خوشبختش میکنی. ما که نه این که میگفتی دنیا رو براش میخری و سعادتمندش میکنی. بس چی شد؟ گفتم ولی نشد. من اشتباه میکردم امید. حالا میفهمم تنها چیزی رو که با پول نمیشه خرید عشقه. من اونو دوست دارم اینقدر زیاد که به خاطرش حاضرم ازش دست بکشم. اینو قبول کن. تو باید برگردی امید. باید جلوشو بگیری. پس قرارمون چی میشه؟ دیگه قراری وجود نداره. من باختم. خسته نباشی خانم. قربون تو. شب به شب سوار برسیم صبح بذاریم باید. باشه قربون. یادت نره. باشه حتما. قربونم حاضرم بیبریم. الان خوشکلم مستانه رو ردش کردی؟ بله قربون. خیالتون راحت باشه. این چند شبی که من نیستم خیلی مواظب باش ممکنه اتفاقاتی بیفته. اعتماد قربون. خیلی سفری شدی بزن بریم. برو بریم. الان فصل شماره کنار دریا مخصوصا شما خیلی میچسبه. امیر تو وایسه کنار. من اجازه نمیدم تو زندگی من دخالت کنی. باید من مثل کنه چسبیده بینه. نامرد روزگار وقتی مثل پیر زنم تو هفت سوله خواهیت قایم کرده بودی یه پیغمی واسد دادم
بهش رسوندی؟ آره رسونده. حالا میخوام به وعدم عمل کنم. اسرائیل تامد نمودی؟ فاتحه تربیخ بده کنم میریم سرابش بپر روش یاده امیر خان امیر خان بپر حالا دکن یا آسیه صبر کن. آسیه خواهش میکنم صبر کن. هنی کپا میخواستم حقیقت رو واسه بگم. چه حقیقتی؟ هرچی در باره امیر بهت گفتم دروغ بوده. کن جوازت هم صادر کنم. نامرد احشد تو بگو. امیر امیر بس دیگه امیر. تو کاری نداشته باش آسیه. با چی گرفت من بیارم؟ امیر نمیذارم واسه خودت درد سر درست کنی. من دیگه نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. آسیه راست میگه امیر جان. جنازه رگی نمیشه جیگرش در آورد. جنازه رو بده دست مرده شورخانه بچه پردش زیر خاک راحت آسوده. الان ترتیبش میدم نفس گیر میارم. او که تا حالا زیر علم اون نامرد سینه میزنی. کور شده بودم قیافه حقیقی تو رو نمیدیدم. باید از احمد آقا ممنون باشم که به موقع رسید و همه چیزو واسه من گفت. آه. من تو رو دوست دارم امیر باور کن. بیا اینجا بریم. خیلی کارا دارم که باز انجام بشه. بیاین بریم. آهای آسیه. این که واسه من نجوشه میخوام 70 سال سیاسر سکتش بدوشه. بگیرش آسی روشو نگردار نظر ازش خون بره. چی کار میخوای بکنی؟ حالا دیگه مادرتو میخوام به عذاب بشونم. بندازش بیانم کن. حالا دیگه این نامرد بسپور دست پولیس. پولیس خودش دانه دو این کاسیلیس. آسی به همون چشمای سیاه که حسرت یه نگاه محبت آمیز به دلم گذاشتن قسم حالا که برم نفسای آخرمو میکشم میفهمم از دست دادن جون به اندازه از دست دادن تو برام مهم نیست. احمد این حرفا چیه میزنی؟ یادت بهت گفتم تمام ثروتمو به اسم تو میکنم. به قولم وفا کردم آسیه. اسنادش پیش مباشرمه. هر چی هست و نیست مال توه و تو هم مال امیر.
شما خوب میشین. من مطمئنم. دیگه مهم نیست هستی. سردمه. شیشه رو ببندی. بس هست احمد. میخوام به من قول بدی هستی. اگه مردم اسم اولین پسرتونو که به دنیا آمد بذارین احمد. تو خوب میشی احمد. ما همه با هم زندگی میکنیم. چرا اینقدر سردم؟ بعد چرا نمیرسی؟ اومدش؟ چی شد؟ خوب میشه آسیه، به هوش اومده. خدا رو شد. خب بفرما سوار شو، وقت تلف نکن جناب. این کلا چه سر گوشی کاز آقا؟ از امروز بنده راننده جناب علی هستم. آخه ناسلامتی خانم پولدار شدن، جناب علی هم به سلامتی شوهر ایشان دیگه ور من بفرما. خدا یه عقلی به تو بده، یک کامیون سیناسم به ما برو بالا. با شرطی که بدهی بنده رو بپردازی. برو بالا میپردازم. آها. بابا من راننده‌ام، باید پشت فرمان باشم. منو چرا آقا مینشانی؟